بدیای ایرلند چیه؟ خوبیای ایرلند چیه؟ امروز قراره که یک بار یه جمع‌بندی کلی کنیم برای همیشه که شما اینجا یه لیست کامل به نسبت کامل از خوبیا و بدیای ایرلند داشته باشید. اینطوری شاید بهتر بتونید تصمیم بگیرید که آیا ایرلند جای درست و مناسبی برای شما هست یا نه. لطفاً همراه باشین. اگه تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اگه که ویدیو براتون ارزش افزوده داشت لایک کنید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم جواب یکی از سوالای پروتکتورتون رو بدم. این سوالو چه توی اینستاگرام چه توی یوتیوب زیاد ازم پرسیدین. بدیای ایرلند چیه؟ خوبیای ایرلند چیه؟ من از لیست بدیا شروع کنم بعد در ادامه از خوبیا میگم که یکم به شیره ببره. یکی از مهمترین نکاتی که وقت صحبت از بدیای ایرلند به میون میاد همه ازش صحبت میکنن هواست. قطعا توی ایرلند مثل بقیه نقاط اروپا به جز حالا اسپانیا، پرتغال، یونان و جنوب اروپا هوا آنچنان چنگی به دل نزنه توی زمستون، به خاطر اینکه اینجا هم پر از باده پر از بارونه. البته من باید بگم که اگر مثل من از برف بیزارین شاید بتونه حتی براتون نقطه مثبتی هم باشه، چون اینجا حداقل برف نمیاد زیاد. به نظر من اگر من بخوام بشمارم، مهمترین چیزی که برای من خیلی مطلوب نیست اینه که ایرلند جزء اتحادیه اروپا هست ولی عضو منطقه شنگن نیست. اگر که دوست دارید که راحت سفر کنید به منطقه شنگن شاید باید بیشتر فکر کنید، ولی باید بگم که خیلی هم سخت نیست، به خاطر اینکه هر بار هر کدوم از بچه‌هایی که ایران من میشناسم، از بچه‌های ایرانی که من میشناسم، چه خودمون اپلای کردیم چه برای انگلیس چه منطقه شنگن، تقریبا 2 تا 3 هفته‌ای ویزامون آماده شده و طولی نکشیده. ولی خب باید اینو در نظر بگیرید که هر بار باید یه هزینه پرداخت کنید و به هر حال یه مدتی رو باید منتظر بمونید و اینطوری نیست که بتونید کوله بارتون رو ببندین و پاشین برین سفر. اگه که دوست دارید آخر هفته ها از این کشور به اون کشور سفر کنید، بدونید که یکم اینجا به چالش برخواهید خورد. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا هم مثل انگلیس یه جزیره است. جزیره ها وصل حمل و نقل عمومیتون رو به کشورهای دیگه تبدیل میکنه به هواپیما، و هواپیما یعنی حداقل اگه حتی 1 ساعت راه داشته باشید باید یه چیزی حدود 4-5 ساعت رو در نظر بگیرید، به خاطر اینکه شما باید تا فرودگاه برید، تو فرودگاه چکین کنید، منتظر بمونید، سوار هواپیما بشید، دوباره برید اونور بارتون رو بگیرید و یه مدت رو باید منتظر بمونید تا بارتون برسه و بتونید چک اوت کنید. در نتیجه همچین مطلوب نیست اگه بخواید آخر هفته ها بخواید از این کشور به اون کشور سفر کنید. مهمترین مسئله بعدی که حتما باید بهش توجه کنید گرونیه، مخصوصا مسکنه. بچه اینجا خونه واقعا گرونه، یعنی چه برای خرید چه برای اجاره واقعا ایرلند گرونه. علاوه بر این که گرونه باید در نظر بگیرید که با مبلغ مشابه چه برای اجاره چه برای خرید ممکنه خونه بهتری توی نقاط دیگه اروپا بهتون بدن. اینجا یکم خونه ها قدیمیه و خیلی نمیتونم بگم که الان خونه های لوکسی رو میتونید خیلی خوب راحت داشته باشید، به خاطر اینکه خونه های لوکس اجاره های آنچنانی و قیمت های آنچنانی دارن، مخصوصا توی پایتخت. اگه بخوام در مورد نکته بعد بعدی صحبت کنم میتونم به مالیات اشاره کنم. مالیات بیشتر مخصوصا نسبت به کشورهای خب غیر اروپایی خیلی میتونه نکته مهمی باشه. شما اگه توی یک کشور غیر اروپایی زندگی کنید و توی یک کشور اروپایی کار کنید
بهترین زندگی رو خواهید داشت، به خاطر اینکه اونا مالیات های کمی دارن و تو اروپا درآمدشون خب توی کشور خودشون خیلی خوب نیست، ولی درآمدی که برای اروپا خواهند داشت درآمد خوبیه. و میتونم به نکته بعد بعدی اشاره کنم که در مورد سیستم درمانیه. بچه ها اینجا سیستم درمانی واقعا پرفکت نیست، نمیتونم بگم خیلی بده یا توی نقاط دیگه اروپا اگه الان زندگی کنید خیلی میتونه بهتر از این باشه. چرا؟ واقعا نقاط دیگه هستن که خیلی بهتر از اینجا هن، ولی اینجا واقعا پرفکت نیست. به مشکل آنچنانی ممکنه بر نخورید، ولی ممکنه هم هست بر بخورید. من نمیتونم بگم که خیلی خوبه واقعا، به نظر من یکی از نقاط ضعفش هست. و یه مسئله وجود داره که از من زیاد میپرسن، رانندگی. به نظر من اینجا اینطوری نیست که بگم 100% از تمام قوانین تمام افراد تبعیت میکنن. اینجا واقعا 50-50، کاملا یه سری آدم ها رعایت میکنن، یه سری آدم ها یکم راحت تر و شلتر میگیرن. و نکته مهمی که من دوست دارم آخر از همه بهش اشاره کنم، راحت گیر بودن سیستمه. اینو جز به بدیا دارم میگم، چون به نظر خیلی ها این بدیه، گرچه که به نظر من این خیلی هم خوبیه. ولی الان در مورد اینکه چرا به نظر خودم خوبیه توی قسمت خوبی ها بیشتر توضیح میدم. پس به نظرم اگه بخوام یه شمارش کلی بکنیم، هوا، شنگن نبودن، جزیره بودن، سیستم درمانی نچندان قوی، گرونی مسکن و مالیات زیاد نسبت به کشورهای غیر اروپایی، رانندگی نچندان پرفکت، میتونه جز به لیست بدی های ایرلند باشه. ولی حالا بیاین در مورد خوبی ها صحبت کنیم. اینا رو برای کسایی میگم که میخوان تصمیم بگیرن که اینجا مهاجرت کنن و اینجا جای درستی هست براشون یا نه، شاید این بتونه خیلی کمکشون کنه که تصمیم بهتری بگیرن. در مورد خوبی ها، به نظر من یکی از بهترین خوبی ها زبانه، زبان انگلیسی. شما واقعا دارید توی یه محیطی زندگی میکنید که عضو اتحادیه اروپاست و انگلیسی زبانه. و نقطه بسیار مهمی، عضو اتحادیه اروپا بودن بچه ها شاید از بیرون انقدر نقطه مثبتی به نظر نیاد، ولی وقتی که اینجا زندگی میکنید و قوانین شامل حالتون میشه، قوانین کاری، قوانین زندگی، میبینید که خیلی مزایا داره براتون، خیلی چیزا هست که از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. به نظرم نکته مهم دیگه ای که من مخصوصا به عنوان یه خانم تجربه خیلی خوبی ازش داشتم، امنیت بالاست. شما واقعا میتونید احساس امنیت و آرامش بکنید وقتی که حتی دیر وقت توی جامعه هستین، بیرون هستین. البته که خب به نظرم دیگه عقل حکم میکنه که یه سری از موارد رو در نظر بگیرید و هر کاری نکنید دیگه، ولی خب در مجموع من میتونم بگم امنیت واقعا بالاست. نکته مهم بعدی پاسپورته. وقتی که شما اینجا زندگی میکنید، 5 سال دارید کار میکنید، زندگی میکنید، مالیات میدین، باید بگم که اولا بدون امتحان زبان، بدون امتحان تاریخ میتونید برای پاسپورتتون اقدام کنید، که خب این واقعا شرایط خیلی پیچیده ای نیست و خیلی بهتون کمک میکنه که راحت تر بتونید از گیری مشکل بزرگ به اسم پاسپورت راحت بشید. و علاوه بر این بدونید که پاسپورت اینجا نکته بسیار بسیار مفید و مثبتی هست. چرا؟ به خاطر اینکه پاسپورت ایرلند واقعا جز معتبرترین پاسپورت های دنیاست، همیشه جز 10 تای اوله و این خیلی ارزش زیادی داره، مخصوصا برای ماها که قدرش خوب میدونیم. نکته مهم بعدی که من خیلی 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 خوشحالم ازش و به مهاجرت من خیلی کمک کرد، مهاجر پذیر بودن ایرلنده. رفتار با مهاجرها فوق العاده خوبه. من تا حالا کسی رو ندیدم که واقعا از آیریشا بخواد شکایتی بکنه. بسیار مردم ساپورتیو، رفتار دوستانه و بسیار 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 کمک میکنم بهتون که کارتون راه بیافته و این ارزش زیادی داره بچه ها.
یکی میاد سنگ جلوی پاتون میندازه، یکی میاد تو مهمونی‌ها دعوتتون نمی‌کنه، باهاتون دوست نمیشه، سر صحبتو باز نمی‌کنه، رفتار بدی داره توی محل کار. هیچ وقت این چیزا رو از آیریشا واقعا نمیتونم بگم هیچ وقت. معمولا تو هر جامعه بالاخره استثناهایی هستن، ولی اگه بخوایم در مجموع بررسی کنیم واقعا ایرلند خیلی مهاجر پذیره. و علاوه بر این مردم آرامش زیادی دارن، در سطح جامعه واقعا این آرامش به چشم میخوره. حالا اگه توی به نظر من که حداقل تجربه زندگی تو غرب ایرلندم دارم، حتی به نظرم غرب ایرلند که خب خیلی هم آیریش تره، یعنی اصیل ترن مردم، این آرامش و امنیت و اعتماد تو جامعه حتی بیشتر هم به چشم میخوره. حالا دابلین به خاطر اینکه گوناگونی فرهنگی زیادی داره یه کمی متفاوته. بازم منظورم این نیست که امنیت یا آرامش تغییر زیادی میکنه، ولی خب همیشه متفاوت ترید که. و به نظر من یک نکته بسیار مثبت که اهمیت زیادی داره اینه که ویزای کار خوب میده ایرلند. دو نوع ویزای کار داره، یکی ویزای جنرال، یکی ویزای کریتیکال اسکیل که حتما توی ویدیوهای بعدی راجبش صحبت میکنم. ولی اینو بدونید که ویزای کریتیکال اسکیل که الان لیستش واقعا تقریبا شامل بسیاری از مشاغل میشه، ویزای بسیار خوبیه. شما اینجا میاید، دارید کار میکنید، دو سال اجازه یه شرکتی براتون اجازه کار درخواست میده، شما روی اجازه کارتون ویزا میگیرید، میاید اینجا دو سال کار میکنید و بعد میتونید برای پیارتون اقدام کنید و بعد از پنج سال به راحتی میتونید برای پاسپورتتون اقدام کنید. اینا نکته بسیار مفید و مثبتیه به نظر من. و نکته بعدی همراستا بودن دانشگاه و صنعته. چیزی که من بدون تردید میتونم ازش صحبت کنم، چون هم در موردش تحقیق زیادی کردم هم زیاد دیدم، من میتونم به جرئت بهتون بگم که چه کالج ها چه دانشگاه ها قشنگ دانشجوهای تربیت میکنن که چند سال بعدی دارن شرکت ها براشون درخواست نیرو میدن. یعنی قشنگ جامعه شناسی داره میشه برای پروموت کردن رشته های تحصیلی توی ایرلند و این ارزش خیلی زیادی داره، چیزی که ما تو جامعهمون نداشتیم متاسفانه. و یه نکته مفید و مهم دیگه، موقعیت های شغلی و تحصیلی زیاده. به نظرم که من یه چیزی که باید حتما بهش اشاره کنم اینه که اینجا واقعا موقعیت شغلی زیاده به خاطر شرکت‌های زیادی که هم از اروپا هم از آمریکا هم آیریش هستن و دارن درخواست نیروی کار میدن. و اگر که شما رزومه خوبی داشته باشین خیلی خیلی میتونید به راحتی اقدام کنید برای کار. نمیگم که به راحتی، دارم در اولش جمله رزومه خوب در نظر بگیرید، اینطوری نیست که شروع کنید اپلای کنید و بگید که اوکی فردا من میرم ایرلند. اگر رزومه خوبی داشته باشید و در مورد موقعیت تحصیلی خوبی که داره اینه که واقعا ساپورت میکنن که شما راحت تر بیاید اینجا تحصیل کنید. من حتما با یکی از بچه های دانشجو، با یکی دوتا از بچه های دانشجوی ایرلند صحبت میکنم، بچه های دانشجوی ایرانی که اومدن تو ایرلند صحبت درس میخونن صحبت میکنم و جواب سوالای شما رو میدم. اگر که سوالی در این باره دارید لطفا زیر این ویدیو کامنت بذارید که من بتونم یه جمع‌بندی کنم برای اون ویدیو. و نکته بعدی طبیعت بسیار جادوییه که من همیشه ازش لذت می‌برم. اگر مثل من طبیعت‌گرد هستید باید بدونید که اینجا طبیعت فوق‌العاده است. شما میتونید آخر هفته هاتون واقعا لذت ببرید، میتونید قدم بزنید، اطرافتون میتونید قدم بزنید، به راحتی با نیم ساعت رانندگی میرسید به جاهایی که خیلی جادوییه، خیلی جادوییه. حالا اگر که کل ایرلند رو بخواید، سواحلش رو بخواید رانندگی کنید یا نقاط مختلفی که واقعا قشنگی زیادی داره، مطمئن باشید که لذت میبرید. حالا برمیگردیم به نکته اصلی، راحت گیر بودن که جز بدیا گفتم ولی اینجا جز خوبی هم میگم. بچه منظورم از راحت گیر بودن چیه؟ منظورم از راحت گیر بودن اینه که به نظرم یه جمله که علی اون روز به من داشت میگفت بهترین توصیفه در این باره.
جلوی فسادهای وحشتناک اینجا حتما گرفته میشه، فساد و خلاف سنگین شما اینجا نمیبینیم، ولی جلوی پاتونم سنگ نمیندازن در مورد هر چیزی. یه مثال میزنم، ما آدرسمون رو عوض کرده بودیم ولی یادمون رفته بود که توی اداره مهاجرت اطلاع بدیم که ما آدرسمون رو عوض کردیم که روی کارتمون توی سیستم ثبت بشه و اطلاعاتمون آپدیت بشه. وقتی که رفتیم تمدید کارتمون بهمون گفتن که او چرا شما اقدام نکردین قبلا برای آپدیت کردن آدرستون، و ما گفتیم ما نمیدونستیم، مثلا اطلاع نداشتیم که باید حتما همون موقع اطلاع بدیم، و فکر میکردیم وقتی برای تمدید کارتمون میایم اوکی که بگیم. و آقای گفتش که اوکی مسئله ای نیست، من الان براتون آپدیت میکنم، اگر که دفعه بعدی آدرستون رو عوض کردین لطفا ایمیل بزنین همون موقعی که آدرستون رو عوض کردین و اطلاع بدین که ما همون موقع آدرستون رو آپدیت کنیم، چون ما باید آدرس آپدیت شما رو توی سیستم داشته باشیم. و ما گفتیم اوکی دست شما درد نکنه و مثلا خیلی ممنونیم. منظورم از این که راحت گیر بودنه همین چیزاست، اگر ببینن که شما میتونن یه مسیری رو برای شما هموار کنن که حالا باعث نمیشه که کل سیستم امنیتی ایرلند بترکه، واقعا مسیر رو هموار میکنن، جلوی پاتون سنگ نمیندازن. این از نظر خیلی هم ممکنه که حالا خیلی خوب نباشه، ولی از نظر من مخصوصا برای جامعه عزیز ایرانیان که معمولا گیر و گورت کارشون زیاد دارن، و اینکه خب بچه‌ها ما مهاجریم، قوانین رو از صبح تا شب نمیشینیم قانون اساسی بخونیم، که در مورد همه چیز ما اطلاع نداریم واقعا. و به نظرم اتفاقا این نکته خیلی مثبتیه، خیلی سازنده است این رفتار، به خاطر اینکه آدم‌ها اطلاع ندارن و اینجور ساپورت ها میتونه از استرس شما کم کنه به عنوان یه مهاجر. شما در طول زمان یاد میگیرید و اتفاقا این آرامشی که از سمت سیستم داره به شما داده میشه باعث میشه که فشار زیاد از روی شما برداشته بشه و شما خودتون داوطلبانه دفعه دیگه رفتار صحیح رو انتخاب کنید. حداقل از نظر من اینطوریه. حالا اینکه این مسئله از نظر شما واقعا جز بدی هست یا خوب، یا این انتخاب شماست. و بچه ها یه چیزی کلن بگم، همه به من میگن ایرلند خوبه بعد ما بیاییم نیاد، واقعا تجربه فردیه، واقعا احساس فردیه. یکی ممکنه که توی ایران خیلی 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 شرایط بهتری از نظر اقتصادی اجتماعی داشته باشه و بیاد اینجا و خب حالا به خاطر مهاجرت یه سری از موارد رو از دست بده و احساس بدی نسبت به ایرلند داشته باشه، یا بره یه کشور دیگه و بهتر از اینجا رو داشته باشه و نسبت به اونجا احساس خوبی داشته باشه. یکی ممکنه که احساس کنه اوکی اینجا جای بهتریه برای زندگی، به خاطر اینکه میتونه شرایط زندگی بهتری رو داشته باشه. من به عنوان یک خانوم میتونم بگم که یک نکته بسیار مثبت که من توی این جامعه دارم میبینم، کار کردن از لحاظ فرهنگی و تو بطن جامعه نسبت به توانمندسازی زنان جامعه است، و این خیلی برای من ارزشمنده. اینکه دغدغه های بزرگ آدما گرفته میشه و میتونم به دغدغه های متفاوتی مثل محیط زیست، گیاهخواری، نمیدونم انرژی خورشیدی و توانمندسازی فرهنگی اجتماعی و توانمندسازی جامعه از نظر اقتصاد فکر کنن و این موارد رو بررسی کنن، به نظر من اینجا رو جای خوبی برای زندگی میکنه. اینکه من اینجا فرصت شغلی زیادی دارم، میتونم هر لحظه برای یک شرکت دیگه ای اپلای کنم، میتونم هی فکر کنم که اگه واقعا تلاش کنم جایگاه بهتر و زندگی بهتری خواهم داشت، به من کمک میکنه که من اینجا رو جای خوبی برای زندگی کردن ببینم. در مجموع میتونم بگم که این واقعا تجربه فردیه. از بدیا یه لیست کلی گفتم، از خوبی هم یه لیست کلی میگم. اتحادیه اروپا، زبان، موقعیت شغلی زیاد، همراستا بودن دانشگاه و صنعت، امنیت بالا، پاسپورت معتبر، ویزای کاری خوب و راحت گیر بودن و طبیعت. من اینجا لیست رو نوشتم که فراموش نکنم، برای همین گاهی نگاه میندازم که کلی یادم باشه. اینا همه جزو خوبی است. به نظرم مهاجر پذیری بودن و توانمندسازی رو هم فراموش نکنید.
به نظرم شما بشینید لیستی که برای خودتون اهمیت زیادی داره رو آماده کنید، ببینید که آیا خوبیاش به بدیاش میچربه و اینجا جای مناسبی برای زندگی کردن برای شما هست یا نه. اگر سوال دیگه ای دارید و اگر من نکته ای رو فراموش کردم، لطفاً پایین ویدیو کامنت بذارید. اگر که فکر میکنید که این ویدیو ممکنه به درد کسی بخوره، لطفاً باهاش به اشتراک بذارید. و اگه تا حالا سابسکرایب نکردین، ممنون میشم که توی چنل سابسکرایب کنید و اگه ویدیو به دردتون خورد لایک کنید. ممنونم از اینکه برام مینویسید، ممنونم از اینکه وقتتون رو میذارید و تماشا میکنید. بدونید که برام ارزشمنده و من تمام تلاشمو میکنم که هر اطلاعاتی که دارم در اختیار شما قرار بدم تا این مسیر برای شما هموارتر بشه، اگر این مسیر رو به عنوان مسیر آینده انتخاب کردین. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. برمیگردم سریع با اطلاعات جدیدتر، با ویدیوهای مفید و سازنده. مراقب خودتون باشین. خوب باشین. خدا نگهدارتون.